هلو سوزامن سلام به همگی امیدوارم که حالتون خوب باشه به اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای یادگیری زبان آلمانی از طریق داستانهای دولینگو خوش اومدید حتما به خاطر ادامه داشتن این ویدیوها ممنون میشم که ویدیوها رو لایک کنید و چنل رو هم سابسکرایب کنید هر داستان قراره که شخصیت های خاص خودش رو داشته باشه و توی این داستان با دو تا شخصیت از داستانهای دولینگو آشنا میشید این آقا اسمش ویکرم یا از توی تلفظ آلمانی ویکخم و خانومش هم پریا یا همون پریا هستش اینجا پریا و در خلال داستان راوی میاد باز یه سری جملات رو میگه خب عنوان داستان هم دیا پس پس همون مخفف پاسپورته که همون توی آلمانی هم میشه پس دقت کنید ا خونده میشه پا پس و آرتیکل یا حرف تعریف واسه اسامی توی زبان آلمانی تعریف باید بشه و پس توی زبان آلمانی مذکره پس آرتیکلش هم باید از آرتیکل مذکر استفاده کنید که میشه د دقت کنید که ر آخرش خونده نمیشه و ای و آر اکثرا توی آخر کلمه های آلمانی که بیان صدای ا میده د پس معنی خاصی هم نداره ها د پاسپورت Der Pass. Vikram und seine Frau Priya sind im Flughafen. خب راوی رو شنیدید گفتش Vikram, Vikram, که وکرام این آقای وکرام اونت دقت کنید که اینو اونت نخونید تا او هستش اونت و دقت کنید د در آخر کلمه های آلمانی اگه بیاد صدای ت میده اونت زاین واس معنی Vikram, und, Vikram. و میده وکرام اونت ویکرم و زاین فخاو فخاو یعنی خانم همسر و همسرش این زینه همون شه میشه همسرش دقت کنید باز تلفظش رو زینه زینه ای و آی توی آلمانی صدای آی میده و اسی هم که قبل از صداهای صدا حروف صدادار بیا صدای ز میده و ا هم برخلاف انگلیسی آخر کلمه های آلمانی خونده میشه زینه زینه فراو همسرش پریا پریا دقت کنید که اینجا ر و باز اینجا ر چون بعد ف و پ اومدن صدای خ میدن فراو پریا پس خانومش پریا زنت هستند زنت بازم دقت کنید د صدای ت میده آخر لغت اومده و اینجا اسم هم چون قبل از حرف صدادار اومده صدای ز میده زنت زنت ام فلوک هفن. یه ام یعنی هستند فلوک هافن یعنی فرودگاه خب چرا اینجوری خونده میشه فلوک این جی توی آلمانی صداهای زیادی میتونه داشته باشه و اینجا خب صدای یک میده فلوک هافن ویکان و زن فراو سند خب ویکان شروع میکنه میگه او ناین وای نه و ist mein Pass? او ناین وای نه دقت کنید اینجا گفتیم ای و آی صدای آی میده و اینجا هم دوره ای و آی صدای آی میده ناین ناین یعنی نه او ناین وای نه و خب باز برعکس زبان انگلیسی اینجا دبلیو همون و فارسی رو تلفظش و فارسیه یعنی همون وی که ما میگیم بگید و و و است است یعنی هست و است یعنی کجا هست خب حالا معنی و, و یعنی چی یعنی کجا کجاست و است کجاست من پس من هم اینجا ببینید زاینه رو یاد گرفتید یعنی مال او یعنی همسرش و من پس یعنی مال من پاسپورت من پاسپورتم کجاست پاسپورتم او نه. و است من پس او نین است من پس و گفته من پس است نهت هیه خب بریم تلفازها رو چک کنیم من رو از بالا داشتیم یعنی مال من پس من پس رو هم یعنی پاسپورت هم است یعنی هست حالا نهت دقت سی و اچ اینجا یه هه میده هه که حتما توی یه سری ویدیوهای دیگه بحث تلفظ این رو حتما بهتون بیشتر و بهتر توضیح میدم پس صدای خ میده و اینجا هم خود نخت خیلی راحت جمله رو منفی میکنه پس است نخت یعنی نیست و هیا همون مثل هیا انگلیسیه هیا دقت کنید که گفتیم ای و آر آخر کلمه بیان صدای ا میدن یا ایا هیا اینجا پس میگه پاسپورت هم اینجا نیست Mein Pass ist nicht hier. Mein Pass ist nicht hier. Mein pass ist nicht hier. که میدونه پاسپورت کجاست میگه ویک میخواد بهش بگه که ویک نمیذاره هی حرف میزنه. خب به یک کلمه خیلی مهمه دیگه میرسیم. رسیم اا یعنی او یا مثلا به اشاره به آن هم داره. اینجا منظورش همون پاسپورت هستش. اا اا یعنی اون. منظورش پاسپورت است است نیست نیست پس میگه اون نیست این مینه این همون توی انگلیسی همینی همون در من. ماینه ماینه یعنی مال من تشه تشه هم یعنی کیف میگه که توی کیف هم, هم نیست است نیست این ماینه تشه پس یه دیگه ماینه تشه ماي تاشه خب اینجا چرا صدای ش میده اینا توی آلمانی اس سی او اچ هر موقعی صدای ش میده تاشه یعنی کیف ماي تشه تاشه کیفم اس نیست ان ماي نا تاشه پس میگه که اون نیست توی کیفم اون اس نیست ان ماي نا یاکه و میگه اونت اونت رو بالا داشتیم یعنی اونت است نیست ار است نیست و اونم نیست این ماینا یکه خب ماینا هم داشتیم یعنی مال من اینجا یکه جدیده یکه خب چرا اینجوری خونده میشه سی و کی که همیشه ک خونده میشه و این جی رو که توی آلمانی دیدید یا بهش میگن یات صدای یه همیشه میده پس میشه یکه یا همون کت میشه میگه تو کت هم, هم نیست und ist nicht in meiner بعد خانومش دوباره میگه ابوک خب این کلمه ابا ای رو داریم ابا اگر تون باشه ای و آر گفتیم آخر کلمه ها میتونه صدای ا داشته باشه یعنی رش رو اصلا نخونید ابا یعنی ولی ولی یا آخه آخه ویک میگه که آخه ویک هم میخواد بهش بگه دوباره حرفش رو قد میکنه ابا ویک ابا ویک او مای پس است این تاکسی بعد ویکرام یا ویکرام با خودش میگه او آها من پاس پاسپورتم هم است ام هست داخل ام هم گفتیم یعنی داخل تاکسی توی تاکسی او ماین است ام تاکسی ویکرام läuft zum تاکسی خب راوی میاد میگه که ویکرام میدوه به سمت ایستگاه تاکسی بذارید از این که راحته شروع کنیم تاکسی همون تاکسی میشه شتند خب دقت کنید د چون آخر صدای ت میده و یه نکته اس قبل تی توی آلمانی بیاد صدای ش میده در صورتی که یک سیلاب باشن ها یعنی مربوط به کلمه قبلش نباشه تاکسی شتند شتند پس شتند یعنی ایسکا میگه که ایستگاه تاکسی تسوم تسوم یعنی به سمت تسوم به سمت خب این یه نکته داره زیرو یا ست رو هر موقع توی توی آلمانی هر موقع این حرف رو دیدید صدای س میده ت و سه کنار هم ت تم یعنی به سمت خب اینجا یه ا با دو تا نقطه داریم بالاش اون دو تا نقطه ها توی آلمانی بهشون میگن اوم یا اوم لاوت یه سری نقطه ها همون دو تا نقطه هستن که میان روی حروف قرار میگیرن و صدا رو عوض میکنن اینجا ای و یو با هم صدای اوی میده لایفت لایفت یعنی دویدن میگه که ویکرم لایفت سوم تاکسی شتند ویکرم میدوه به سمت ایستگاه تاکسی ویکرم لایفت سوم تاکسی شتند ویک نین و خانومش میگه ویک نین ویک نه بابا نه نا. نین پریا لایفت سو ویکرم خب این خانومی که اسمش خیا بود میدوه به سمت ویکرام لایفت لایفت رو داشتیم یعنی میدوه تو یعنی به سمت تو تو یا تو تو ویکرام به سمت ویکرام میره او ناین دس تاکسی است نیت میر هیر خب او oh ناین رو داشتیم یعنی وای نه دست تاکسی خب اه, یک آرتیکل رو بالا یاد گرفتیم دیا که آرتیکل مذکر بود و اینجا هم چی رو گرفتی؟ دس دس هم یه آرتیکله ولی واسه کلمه های خونسا دقت کنید که توی آلمانی سه تا جنسیت داریم جنسیت مزکر، جنسیت معنس و خونسا اینجا دس آرتیکل خونسا هستش دس تاکسی یعنی تاکسیه است نهت نیست میا هیا خب اینجا این کلمه صدای میا میده میا اچش که خونده نمیشه پس ای و آر رو هم صدای EA میداد اگه یادتون باشه میا میا یعنی دیگه و هیا باز داشتیمش یعنی اینجا میگه که دیگه اینجا نیست تاکسیه تاکسی دیگه اینجا نیست وای نه او ناین دس تاکسی است نیست می هیا یتست هابه ایش این گروسس خب واژه یتست اگه دقت کنید گفتیم جی یا توی آلمانی که بهش میگن یات صدای یه میده یتست خب این زی هم که اینجا گیر افتاده بین دو تا ت صدای سه میده یتست یعنی الان یتست هاب هاب یعنی دارم اه من دارم میگه الان من دارم این این یعنی یک گروسس این علامت رو این حرف رو میبینید که مثل به نوشته میشه مثل بیه بهش میگن استست که همیشه صدای سه میده گوقوس خودش یعنی بزرگ و گوقاسس هم باز یعنی بزرگ پروبلم پروبلم یعنی همون پروبلم تو انگلیسی میشه دقت کنید اینجا ر صدای خ میده پروبلم یعنی مشکل میگه که الان یه مشکل خیلی بزرگ دارم ی استابه ای ان پس کنید منم یه بار آروم میخونمش Jetzt habe ich ein großes Problem. Uh, الان من یه مشکل خیلی بزرگ دارم. دوچار درد سر بزرگی شدم. Weckham. خانم که میگه weckham. Dein Pass ist nicht im Taxi. میگه که dein pass. خب دقت کنید ما mine رو یاد گرفتیم یعنی مال من, mine pass یعنی پاسپورت هم پاسپورت من. و دین pass یعنی پاسپورت تو، پاسپورتت. دین پس است نیست ام تاکسی توی تاکسی دین پس پس پاسپورتت است هست این داخل دینه دینه هم همون شکلی از دین هستش یعنی مال تو هنت همون هند انگلیسی میشه ولی د آخرش ته خونده میشه دینه هنت یعنی دستت میگه بابا پاسپورتت توی دستته dein Pass ist in deiner Hand. Was? Oh. Was? Oh. خب که یه وس رو نگاه کنید گفتیم دابلیو همیشه توی علمانی صدای و میده تقریبا همون و فارسی وس چی؟ او آها اه من شدس خب چرا اینجوری خونده میشه؟ دنک دقیقا جوری که نوشته شده خونده میشه mein Schatz خب من رو از بالا داشتیم صدای ش هم باش آشنا شدید گفتیم اس و سی و H صدای ش میده و این آ هم که همون یه صدای بین آ و A هست ش ش و ز، ز حرف ز یا ست رو هم که گفتیم صدای تس میده شتس شتس یعنی عزیز من شتس یعنی عزیزم و دنک من شتس یعنی او مرسی عزیزم خب کلمه های اینجا هستن که معادل انگلیسیشون رو آورده ما با انگلیسی کاری نداریم آلمانی ها رو میگیم زنت زنت یعنی هستید یا هستند یا هستیم دقیقا همون مدل آر میشه آبا آبا ای و آر آخرش اومده صدای امیده ابا یعنی ولی ناین ناین یعنی نه نا. نو میشه زاین زینه یعنی مال او خب گفتیم که ازشون چون قبل از حروف ساده اومده صدای یه و یک یک هم یعنی جکت یا همون کت میشه و در نهایت به سوالات میرسیم فرگن که میتونن تمرین درک مطلب شما و حتی تمرین مکالمه باشه فگن یعنی سوال ها نه رو بر میداریم میشه فرگ یعنی سوال و حالت جمعش هم میشه فخاگن این ری هم که اینجا بینید صدای خه میده فخاگن سوال ها اینز شماره یک و زند ویکرم اونت پریا کجا هستن ویکرم و پریا زی زند ام فلوک هفن. زی معنی آنها هم میده اونها هستن توی فرودگاه سوای شماره دو وست از پروبلم چی هست مشکل مشکل چیه وکرم کن زینن پس نیت فندن فندن یعنی پیدا کردن و کن نیت یعنی نمیتونه نمیتونه چی رو پیدا کنه؟ زینن <متن زنه> پس پاسپورتش رو که زینن هم حالت آکوزاتیف یا محفول مستقیمه وکرم کن زینن پس نیت فندن دقیق شماره سه استیا پس این وکرمز تشه آیا پاسپورته توی کیف ویکرمه این اسی که اینجا بینید مالکیت درست مثل انگلیسی کیف ویکرم میشه ویکخمس تشه پس آیا توی کیف ویکرم پاسپورت نه نه ایا nah. است er nicht ده خب این ایا er رو میبینید ایا er برمیگرده به ده پس زمیرشه یعنی اون نه اون نیست اونجا و ده هم یعنی اونجا نین ار است نهده فی شماره چهار است در پس ان ویکهمس یک که دقیقا مثل سؤال قبلیه فقط اینجا یکه آیا توی کتش اون پاسپورته نین ار است نهده نه اونجا نیست فونف شماره پنج ویکهم لیفت سوم تاکسی شتند خب این متن درسه متن خود داستان هستش اگه یادتون باشه لفت زوم تاکسی یعنی می به سمت ایستگاه تاکسی و چرا ویل ایر ویل یعنی چون که چون او فکر میکنه دست پس که پاسپورت ام تاکسی است توی تاکسیه پس لغت جدیدی که اینجا داشتیم وغام بود یعنی چرا ویل هم یعنی چونکه دنکت یعنی فکر میکنه و دس هم یعنی که فکر میکنه که زکس شماره شیش وس پسیت دن دن یعنی بعدش بعدش وس پسیت چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید که این ر اینجا اصلا خونده نمیشه پسیت چه اتفاقی میفته بعدش؟ پریا لایفت سو وکخم پریا هم میدوه به سمت وکخم زیبن شماره هفت Wo ist der Pass dann? Dann, Jenny, Chob. Chob, äh, in Pass. Er ist in Vikrams Hand. Un hast du hier das der Vikram. War acht, schon mal Ist der Pass im Taxi? Ist der Pass im Taxi? Euer Postworte, tu hier Taxi? Nein, er ist nicht da. Na, اون اونجا نیست به پایان داستان رسیدیم و تا داستان بعدی عفید از این خدا نگهدار